همراه میشیم با مهرداد محمدی، روزنامه نگار از ترکیه. وقت شما به خیر. داریم میبینیم که هر روز اقشار جدیدتری به موج اعتراضات میپیوندن، فراخوان‌های بیشتری منتشر میشه و شاهد حرکت‌های اعتراضی پراکنده و گسترده در سطح کشور هستین. شما ارزیابیتون از تداوم اعتراضات چیه؟ پیش از حالا پاسخ به پرسش شما، مایلم که این نکته رو بگم که این وقتی که الان هستیم، یعنی صبح شنبه، برای ما ایرانی ها حالا تبدیل به یک وقت مقدسی شده و وقتی که بیدار میشیم بیم های بزرگی داریم که مبادا جان های عزیز دیگه ای رو از دست بدیم، و از اون سمت امیدهای بزرگی داریم که این هفته، این شنبه و این روزهای آینده وقتش رسیده باشه و این سیاهی تمام بشه. ببینید، ایرانی ها فارغ از هر تفاوتی که داشته باشن در یک شرایط زیست ناپذیر قرار دارن، و وقتی که شرایط زیست ناپذیر، طبیعتاً اعتراضات توقف ناپذیر و سرکوب ناپذیره. ما الان متفاوت از یک ماه پیش هستیم، یعنی هم ما هم حاکمیت متفاوت از یک ماه پیش هستیم، و الان یک زنجیره مقاومتی شکل گرفته که هزار تا حلقه داره و هر حلقه یک جنسیت، یک طبقه، یک سرنوشته، یه حلقه سنندجه، یه حلقه زاهدانه، و طبیعتاً این وضعیت ادامه پیدا میکنه به خاطر اینکه خب چیزی حل نشده. یعنی یک ماه اعتراض شده ولی خب چه چیزی حل شده؟ یعنی وضعیت همونه و هر کسی وقتی که از خونه میاد بیرون، اگر بر اثر شلیک گلوله کشته نشه، بر اثر آلودگی کشته میشه، بر اثر بیپولی کشته میشه، بر اثر فقر کشته میشه، و دیگه از این مثلا واضح‌تر و غم‌انگیزتر که صبح بچه میره مدرسه و تو مدرسه بهش حمله میشه. برای همین به نظر من این وضعیت قطعا ادامه پیدا خواهد کرد. شما اشاره کردیم به همون بیم و امید، گفتید از یک طرف امیدواریم، از یک طرف بیم از دست دادن آدم‌های بیشتری در جریان اعتراضات وجود داره، ولی داریم می‌بینیم که هر روز فراخوان‌های بیشتری هم منتشر میشه و مردم بیشتری میپیوندن به صف اعتراضات. فکر می‌کنید چی باعث میشه که مردم دیگه نترسن؟ ببینید، آصف فیاض یه مصاحبه چند روز پیش کرد در روزنامه اعتماد و اونجا به نظر من به درستی صورت بندی کرد و این وضعیتی که همه ما داریم رو یه میلی برای به دست آوردن زندگی تشریح کرد. یعنی این زندگی خواهی که ایجاد شده و اون قید و بندهایی که برای این زندگی حاکمیت وارد کرده ناگزیر کرده. یعنی این امیدهایی که ما داریم برای اینکه به یک زندگی معمول و درست برسیم اونقدر بزرگه که مجبوریم ادامه بدیم. یک شاعر تونسی یک بیتی داره، یک شعری داره که یک بیتش اینه که میگه اذا شعب و اراد الحیات فلا بد ان یستجیب القدر. میگه یعنی وقتی که مردمی اراده میکنن که زندگی رو به دست بیارن، وقتی که اراده معطوف به زندگی وجود داره، هیچ کسی نمیتونه این رو بگیره و سرنوشت و تقدیرم مجبوره که سرخم کنه.